به نام یاد خدا، سلام به شما. امیدوار هستم که هر جایی هستین خوش و سر حال باشین. ما شما درس خود در ادامه درس های قبلی که در باره IPSec بود ادامه میتیم و در اینجا ما شما بررسی میکنیم که IPSec روی کدام وسایل میتونه چیکونه کار بکنه و رمزگذاری بکنه. از جمله یکیش راوتر به راوتر میباشه و دیگیش هم دیوارهای آتش به راوتر میباشه، دیوارهای آتش به دیوارهای آتش، کاربر به راوتر و همچنان کاربر به دیوار آتش، کاربر به متمرکز کننده وی پی ان و همچنان کاربر به سرور. اینا تجهیزات میباشن که روی زو آی پی سیگ میتونه دیتا ها را چکنه رمزگذاری بکنه. خودی IPSec یک چارچوبی از استانداردهای آزاد است که توسط قبلا هم براتون گفتم که IETF تعریف شده و IPSec امنیت انتقال حساس در شبکه های محافظت نشده مثل اینترنت را برای ما شما چی میکنه فراهم میکنه. و موضوع دیگه عبارت از معتبرسازی و یک پارچگی دیتا میباشه که برای ایجاد اعتبار تایید اعتبار اعتماد تایید اعتبار هویت در نقطه پایانی وی پی ان و نیز کاربران فرستنده طرف دیگه از وی پی ان را شناسایی میکنه. یک نقطه پایانی میتونه یک کاربر وی پی ان متمرکز کننده وی پی ان، دیوار آتش یا راوتر باشه. تایید اعتبار یک فرآیند IPSec است که ما در دستگاه قبلی هم گفتیم که هم تایید اعتبار میکنه و همچنان اتنتیکیشن و انکریپشن انجام میده. پس از رمزگذاری و قبل از رمزگذاری هنگامی دریافت چی میده؟ رخ میده این موضوع. این کار در IPSec برای تضمین اینکه هم فرستنده و هم گیرنده واقعا آنچه دعا میکنن هستن ضروری می باشه. با IPSec هر عضو باید با یک کلید از پیش تعیین شده که معمولا توافقی هست و یک فهرست استا از اعضای معتبر به طور دستی تنظیم میشه و یک جدول بزرگ داخل راوتر بسازد که منابع حافظه را پر میکنه. هنگامی دریافت مقدار هش یک طرفه از بسته جدا میشه و سمت گیرنده هش مربوط به خود را اجرا میکنه، چون هش بر روی متغیرهای داخلی بسته مثل زمان ارسال شده، تعداد بایت ها و غیره اجرا میشه. مقدار هش باید یکسان باشه و یعنی بسته ها تغییر نکرده باشه. اگر مقادیر متفاوت باشه، یعنی بسته ها دستکاری شده و تغییر کرده باشه، در صورت IPSec در برای پرامترهای امنیتی خود تجدید نظر میکنه. و یک پارچگی دیتا ها عملکرد دیگری از IPSec میباشه. یک پارچگی یعنی بسته ای که گیرنده دریافت میکنند در طول انتقال تغییر نکرده باشه. این کار از طریق استفاده از الگوریتم یک طرفه هش انجام میشه. این الگوریتم متعادل معادل یک حاصل جمع رمزگذاری شده است. پس از اینکه سمت فرستنده یک بسته را رمزگذاری و معتبر میکنه، یک هش یک طرفه برای تمام بسته ها چی میشه؟ اجرا میشه. و این هش از آن نظر جالب است که نتیجه آن بدون توجه به ورودی همیشه اندازه ثابت داره. این یک مکانیزم امنیتی دیگر است، چون هکرها نمیتونه اندازه فیلد ورودی را بدونه. هش یک طرفه یک فیلدر رمزگذار می سازه که ضمه پیغام میشه. این به شکل میتونه که IPSec دیتا ها را یک پارچگی دیتا ها را چکنه حفظ بکنه. و موضوع دیگه عبارت از موضوع تونمزلی می باشم که ما شما مورد بس قرار میتیم. در تونن زنی چیزی است که وی پی ان برای ایجاد یک شبکه خصوصی در اینترنت بر آن متکی می باشد. اصولا این فرایند گرفتن یک بسته از داده و جاسازی آن در بسته دیگر قبل از ارسال در شبکه است. شبکه باید برای ورود و خروج شبکه باید پروتکل بسته بیرونی را بشناسد.
خب تو نظری حالی ما شما اینجا این موضوع رو باید بفهمیم که خود تو نظری چی می باشد، تو نظری دیتا چی می باشد، دیتا ها چطور تو نظری میکنن. خب ما گفتیم وی پی ان یک تکنولوژی هست یا یک ورچوال پرایوت نتورک هست که زمینه یه زیرا برای ما شما مساعد میکنه تا ما بتانیم امرای شبکه های دیگر از طریق پابلیک نتورک چکنیم ارتباط برقرار باشیم. اما یه تونزمی چطوره ایجاد میشه که بسته هایی که دیتا های ما شما اوریجینال دیتا های ما شما میباشه، دیتا های اصلی ما شما میباشن، اینا را میگیرن، بعضی معلومات دیگر رویش اضافه میکنن و به یک بسته دیگر تبدیل میکنن و زمانی که بسته از شبکه خارج میشه باید پروتکل بیرونی بسته ها را بشناسه. به این شکل تونل زنی اجرا میشه، یعنی دیتای ما را چندین پوش دیگر سرش علاوه میکنن و تا کسی نتونه پوش ها را در راه و تا کسی نتونه در راه و اصلیت دیتای ما شما پی ببره. این را میگن در اصطلاح کریپتوگرافی میگن برش تونل زنی. و تونل زنی برای فعالیت از سه پروتکل استفاده میکنه که یکش پروتکل پسنجر است که بسته های اصلی داده ها معمولا یک آی پی است که باید از در یک وی پی ان رمزگذاری شده باشه و برای این کار پروتکل آی پی ایکس و نت بی او آی است باید استفاده شود. پروتکل انکپسولیتد پروتکل می باشه که این پروتکل ها وظیفه اینجا ای است که دیتا های ما شما را انکپسولیت بکنه، مانند جی آر ای، آی پی سی، لیر 2 فریم و همچنان پی پی تی پی و همچنان تی 2 تی پی که دوره داده اصلی قرار می گیرن در دوره دیتای اصلی قرار می گیرن، یعنی دیتای ما شما چی میکنه به شکل کپسول میکنه، این دیتای ما رو پوش های اضافی سرش میپرده تا دیتای ما رو کسی نفهمه. خودی جی آر ای هم یک از پروتکل های میباشه مشابه پروتکل آی پی سیگ میباشه که منو از گرفته شده از جنریک راوتینگ انکپسولوشن میباشه که توسط سیسکو ساخته شده برای انکپسولور دیتا هایی که در ورچوال پرایوت نتورک به شکل پوینت تو پوینت انتقال میکنه و همچنان به شکل پوینت تو ملتی پوینت انتقال میکنه. و L2AP هم گرفته شده از لیر 2 فاروردینگ می باشه که هم برای تونلینگ استفاده می شود توسط کمپانی سیسکو ساخته شده و برای ورچوال پرایوت نتورک در اینترنت کار گرفته می شود. خصوصیات هر کدامش فرق می کنه و دیگهش هم عبارت از PPT پی می باشه یا پوینت تو پوینت تونلینگ پروتکل می باشه که هم یک پروتکل می باشه که برای اجرا کردن ورچوال پرایوت نتورک استفاده می شه و از TCP و UDP استفاده می کنه. و همچنان پروتکل دیگه هم که اینجا نام برده شده عبارت از T2TP می باشه که لیر 2 تونلینگ پروتکل است و برای تونلینگ استفاده میشه، برای سپورت کردن ورچوال پرایوت نتورک استفاده میشه. در حقیقت تمام این پروتکل های اجرا میشه و دیتا های ما شما را چه میکنن؟ انکپسولیت میکنن دیتا های ما شما را به شکل رمزی قرار میده تا کسی نتونه اونا را در راه هک بکنه. با کمک چندین پروتکل ما میتونیم که یک ورچوال پرایوت خیلی سیکیور بسازیم. آی پی سی استاندارد اصلی است که در این محوطه به عنوان پروتکل کپسول شدن استفاده میشه و اجازه میدهد تمام بسته های مسافر رمزگذاری و پشتیبانی شود. آی پی سی باید برای عملکرد مناسب در هر سمت تونل پشتیبانی شود. آی پی سی یکی از پروتکل های اصلی برای ورچوال پرایوت نتورک می باشد. و دیگه پروتکل کپسول کننده اغلب رمزگذاری داده را انجام میده، همانطور که می بینید پروتکل های مثل IPX و NetBI EUI است که معمولا در اینترنت ارسال نمیشه. از این طریق میتوانید به شکل یک منتقل شونده و یا میتوانید بسته ها
بسته به کار ببرید که از آدرس آی پی خصوصی داخل بسته ها بسته استفاده میکنه که آدرس آی پی منحصر به فرد جهانی را برای گسترش یک شبکه خصوصی در اینترنت به کار میبره. تکنیک هایی که این پروتکل ها را میسازند با استفاده از جی آر ای و آی پی سیک کار میکنه. و پروتکل دسته دیگه پروتکل ها به نام کریر پروتکل یاد میشه که کریر پروتکل یا پروتکل حامل پروتکلی که شبکه استفاده می کند و در آن معلومات سفر می کند. از نامش معلوم است پروتکل های می باشه که دیتای ما را از یک جای به جای دیگه انتقال می ده. بسته اصلی پروتکل مسافر داخل پروتکل کپسول کننده کپسول شده و داخل پروتکل حامل برای انتقال در شبکه عمومی قرار می گیرند. تمام معلوماتی که توسط پروتکل های قبل اجرا می شن اونا داخل پروتکل چه قرار می گیرند؟ داخل پروتکل حامل قرار می گیرند برای انتقال از یک جای به جای دیگر. تونل زنی با وی پی این به خوبی کار می کند زیرا می تواند از پروتکل های استفاده کنید که در اینترنت داخل یک پاکت آی پی پشتیبانی نشده ولی همچنان به شکل امن قابل ارسال هستند. در ابتدا انتقال با تونل وی پی این یک وسط از یک داده ها از لن مبدا با معلومات جدیدی کپسولو میشه که باعث میگرده شبکه های میانی آنها را شناسی کرده و تحویل بگیرد. پس از این کار و تکمیل انتقال سرایان یا هیدر پروتکل تونل زنی باز شده و بسته اصلی برای تحویل بلند مقصد منتقل میشه. این موضوعاتی بودند که ما شما در این بخش خواندیم و اگرچه تونل زنی باعث میشه گفته که داده ها تا شبکه های دیگر منتقل شوند این کار به تنهایی حریم خصوصی ایجاد نمیکنه. برای امن‌سازی انتقال تونل در برابر تداخل و دستکاری همه ترافیک وی پی این ها رمزگذاری میشه و علاوه وی پی این های معمولا ویژگی های دیگری مثل دیوار های آتش در رمزگذاری بیرونی داره. در وی پی این های سایت به سایت پروتکل کپسول کردن معمولا آی پی سیک یا جی آر ای چی است استفاده میشه. خوبی موضوعاتی بودن که ما شما در این درس مورد بررسی قرار داریم و ادامه ما در درس بعدی انشاءالله کور خواهد کردیم و جلسه ما شما اینجا خاتمه می‌یابد. تشکر از توجه شما. موفق باشید.